در بهترین موقع و فرصت است، خصوصا این شبها که شبهای قدر می باشد، خصوصا شبهای تاق جفت شامی طور نیست که نباشد، در جفت هم امکان داره که شب قدر باشد. در یک روایت همی طور آمده پیغمبر علیه الصلاه و السلام می فرمه که نوی باقی و افتی باقی، نوی باقی و افتی باقی در صورتی میشه اگر ما 30 روز شوه باز نوی باقی در جفت می آید، اگر نیکی 29 روز شوه باز در تاق می آید. از این معلوم میشه که گاهی در جفت و گاهی در تاق، اگر چه روایت های زیاد در مورد تاق آمده دیگه این فرصت از دست ندی. امیالی هم الحمدلله باقی مانده، همین شبی که پیش رو داریم 25 است، بعد از او 27 29 هم آمده را ایسته. این شبا خوب به هیچ وجه از پیش ما باید اموتور در غفلت تیر نشوه، بهترین موقع است، چرا که یک عمر کامل ثوابش الله بر انسان میده. 83 سال و 4 ماه تقریبا میشه، 83 سال و 4 ماه به الله معلوم که ما و شما عمر داشته باشیم یا نه. عبادت یک شب ما را، احسان و فضل الله تبارک و تعالی را ببین که این امتیاز الله بری اومد داده و از تو یک شب عبادت برابر هزار ماه عبادت شمار میکنه، بازم تو در غفلت تیر بکنی دیگه. ای مسلمان، امو شبی که در عروسی دوستید خوام سرت می آمد، خب بازم شانه را شور میدادی در بازی کردن صرف به خاطر که دوستم از پیشم خفه نشوه. خب میفهمیدیم که معصیت و گناه است، خوام سرت آمده بود سبا، خب کار و روزگارم داشتی، اما در رمضان مبارک الله از پیشت مطالبه میکنه او بخششی گناه هایت است. ای شبهایی است که الله تبارک و تعالی از بند آزاد میکنه، از جهنم آزاد میکنه. هر شب عتقا از آتش جهنم است که الله آزاد میکنه. خود دو جمله شمار کو، توبه بکش، ما سبقی تا در پیش رویت بگذار، آینده تا طلب بکو از الله تبارک و تعالی که حالی تا خوب بکنه. از این خاطر خواهرها و برادرها این شبها بسیار قیمتی شبها است، از دست نده خامخا. البته ضرور نیست که کل شب آدم چی بیدار تیر بکنه، نه، یک حصه اگر خواب سرتان آمد یک ساعت دو ساعت خواب است، اما نوبت پر تی نوبت، یک ساعت خودتان بشین، یک ساعت همسریتان، یک ساعت دختریتان، یک ساعت بچیتان در عبادت الله تبارک و تعالی مشغول شوی. این ضرور نیست که علاماتی شب قدر آدم ببینه، علاماتش ایج مهم نیست، علامات شب قدر تا حدیثتان یک علامت صحیح است که در صبح از او آفتاب چیست؟ خیره است. آدم مثل که به محتاب سعی کده میتونه، به اون به قرصش سعی کده میتونه دیگه. در زمان پیغمبر که کدام شبها شبای قدر بوده، در اونجا باران هم شده بوده، او در بعضی آثار و روایت ها آمده که هوا معتدل هم میباشد. بعضی علامات خصوصی را خود بعضی مردم میبینه، مشاهده میکنه، میبینه یک دم درخت ها در سجده است، میبینه یک نوع خوشبویی را در مشامش میاد، میبینه یک نوع خوشی را، آنقدر خوش میشه، تازه میشه که هیچ پرسان نکن. این علامات خصوصی است که این بعد از وقوع است، قبل از وقوع نیست، یعنی پس از اینکه واقع میشه این گپا را میبینه. خو مهم نیست که حتما این چیزا را آدم ببینه، مهم است که در این شبها انسان در عبادت الله مشغول باشه، این خیلی مهم است و این موقع را از دست نده. حتما چی کمک میکنه قطما که ما همینطور شبها را زنده تر کنیم؟ روز خواب کردن، از طرف روز یک ساعت دو ساعت خواب بکنی که امداد و کمک شو وقتتان در این شبها. او بهترین موقع درخواست است، هر کدامیتان میگه من اینی مشکل دارم، مولوی صاحب برام دعا کن، مولوی صاحب برام دعا کن، بیا مشکل مولوی صاحب هم برات دعا میکنه، تو دعا بکن. خب بهترین موقع است، الله خود وعده کرده، قرآن هم میگه متقین امور معرفی کرده کی والمستغفرین بالاسحار باشد، بخشش طلب میکنه از الله در وقت سحری، در آخر حصه شب. این بهترین موقع است که تو دعا طلب میکنی و الله اجابت میکنه، اینی را متقین میگه. الله و نعمت جدت به اینمی طور متقین برابر کرده، آلی دیگه ترازو برات داده شد طول که خدا که چقدر یقین نمی طور متقین هستی، راستی تا بگو صابر هستی. ما و تو خو صبر نتانستیم برادرم، با مجردی که گپ آمد دختری خود در دفتر کافر روان کردیم، به خاطری که میگه والا نمیچلیم، خودی ما در او طور جای خود ثبت کردیم که همیشه ضرر ما به مسلمان رسیده رایسته، صبر نکردیم ما، نه در تکلیف دنیای خود و همچنان نه در روزه خود، غرم بس مردم روزه را میخوره، و نه در نماز میگه خوم میه یا بسیار مانده و زلستم نمازم ادا نکردی، صبر نکردی. اینالی ترازو پیش خودی تست که متقی شده میتونی
امی جنت بری تو داده میشه یا نه، صادق است یا نه، آن چیزی که دعوا داری در عملم امو چیز دیده میشه، در قلبت امو تو اخلاص وجود داره یا نه. ترازو پیش خودت است، آلی دیگه طول کده برو خودتا، قانت استی قانت، خب تابیدار و مطیع و فرمان برداری الله استی، امرای خوشو باد ازو منفق استی، خرج کده ای کدام چیزی که در دسترس داری از علم مال از چی مقام و منزلتی مصرف کرده ای، و بعد از او تهجد خوانده ای که در آخری سه شب استغفار طلب کرده باشی. دیگه این ترازو فقط پیش تو گذاشته شده، خودت طول کده برو که چقدر صدق میکنه.